با درود به همه شما بینندگان، یاران و همراهان ایران فردا. آرزو میکنم اونهایی که در ماه رمضان روزه گرفتند، اونهایی که در اون لحظات خاص دل پر از عشق خدا داشتند، روزه هاشون قبول باشه، طاعت مقبول. و اونایی هم که روزه نگرفتن، اونایی هم که بر این باورند که فقط با روزه و نماز نمیشه انسان عشقش رو به خدا ثابت کنه، اونها هم آرزو میکنم روزهای خوبی داشتن و امیدوارم عیدی که در راه است، به هر حال یکی از اعیاد اسلامی ماست، بر آنها مبارک باشد. و دو کشورهای اسلامی دو عید بزرگ دارن، عید فطر و عید قربان. عید قربان که بعد از حج و عید فطر هم که بعد از ماه رمضان شادی میکنن. ما علاوه بر اینا یک عید بزرگ ملی داریم، عید نوروز، که با همه سختی ها نگهش داشتیم. چند ماه دیگه مونده؟ خیلی مونده، حالا خیلی 6 ماه دیگه وقت داریم، ولی به هر حال جایگاه خودشو داره. اعیاد مذهبی هم جایگاه خودشو داره. آقای خمینی اول تصمیم داشت بله عید نداریم، ولی شما بهش نشون دادید عید داریم. یادم نمیره مهندس بازرگان لباس شیک پوشید، وزراش هم وادار کرد لباس شیک با کراوات، گفت داریم، خوبش هم داریم. در حال امیدوارم همه روزها برای شما سعید و مبارک باشه. در هفته گذشته ما برنامه ریزی هایی که داشتیم یه مقدار کامل تر شد، گفتم براتون برنامه جدید داریم، حالا یکان یکان داره میاد، میبینید. بحثی رو که ما بعد از انتشار کتاب سیروس نهاوندی، این چهره مرموز چپ، آغاز کردیم با باقر مرتضوی مؤلف کتاب و محسن خاتمی یکی از کسانی که او رو میشناخت و در یک مجموعه بودن، خیلی مورد توجه شما قرار گرفت و حالا افراد دیگری هم از این گروه میان و با هم به گپ و گفت می نشین. همینطور گفتگوهای تازه تری داریم. محمد رضا شاهید همکارمون در فرانسه دایره مهمانانش رو داره وسیع تر می کنه که بسیار جالب و قابل تأمله. دوستان دیگرمون هم همه زحمت می کشن. یعنی واقعا من اینجا از تک تک همکارانم سپاس گذارم. همین الان علی عزیز داره برنامه منو ضبط میکنه. یه چیز براتون بگم باورتون بشه، کارش تموم شده بود رفته بود. یکی از همکاران دیگر من که باید این کار انجام میداد گرفتاری داشت، باید میرفت. زنگ زدیم به علی و علی نازنین پاشد از راه دور 1.5 ساعت راه اومد اینجا که این برنامه رو بگیر. من چجوری از اینا قدردانی بکنم؟ از تک تکشون و سپاسگزارم، از همه همکارانم و از همه شما که یار ما بودید. و اینجا باید بگم بعضی وقت و بعضی تلفنات چقدر در دل من می نشینه. وحید عزیز که از تهران زنگ زده بود، محمد که از تالش زنگ زد، چقدر تالشی ها به من لطف دارن، چقدر هموطنان آذربایجانی من، کردم، عربم، بلوچم، خراسانیم، اصفهانیم، شیرازی، همه لطف دارن، همه پر از مهر و عشقن. زیاد صحبت نمی کنم، میریم و به پیام های شما گوش میدیم. اگر بضاعت مزجات من اجازه داد، آخوندی حرف زدم، دانش من اجازه داد، امیدوارم بتونم پاسخ های شایسته ای به سوال های شما بدم. پیام هاتون رو که به گوش جان گوش می میشنویم نخستین پیام رو. الو، سلام آقای نوریزاده، خسته نباشید، خدا قوت. آقای نوریزاده ببخشید درباره آقا یکم بیشتر صحبت کنید. ما هر چی میکشیم از دست آقا هست و مردم ایران هم، ما الان تو ایران داریم زندگی میکنیم، مردم ایران هم میترسن اسم آقا بیارن. تمام این فساد و فساد آقا، این بیشتر یه خوری برای مردم باز کنید، توضیح بدید. یه مورد دیگه هم هست، آرزم خدمت شما آقای نوریزاد،
آقای نوریزاده، اینا که اومدن اینا رحمتن، اینا برکتن، اشتباه نکنید. حالا مردم ایران دارن زج میکشن، دارن بدبختی میکشن، ولی اینا تی باید میشد، باید اینا تی میشد که چهره واقعی آقایون و مردم ببینن چیه. این دین خرافاتی جمع بشه، دین شیعه چیه؟ عصری رو میارن عصر امام حسین، مردم دورش پول میریزن، میرن توی زیارتگاه، مردم پول میریزن از این شفا میخوان. اینو خواهش میکنم پخش بکنید، ممنونتم، خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست من. درباره آقای خامنه ای اگر منظورتون هست، آن چیزی که لازم باشه ما بیان میکنیم. من همیشه از هوچی بازی بیزار بودم. در کار روزنامه نگاریم هیچ وقت دنبال جیغ زدن و شعار دادن نبودم. من معتقدم زبان معقول آرام تأثیر بیشتری داره، به جای ناسزا گفتن، بد زبانی که در بعضی از رسانه ها میبینم. من دور باد، هرگز زبان من و قلم من بدین سو نخواهد رفت، ولی جایی که لازم باشه میگم، واقعیاتو بیان میکنم. درباره خرافات عزیزم، یکی از اهداف این تلویزیون مبارزه با جهل و خرافات بود. از روز اول برنامه های ما در جهت روشنگری بود. اگه دقت کنید، من دلم میخواد ذهنها باز بشه، مردم روشنتر ببینن. اصلا دلم نمیخواد به دین حمله بشه، توهین بشه، ابدا. ولی بر این باورم که امامزاده بیژن و امامزاده سید گارنیک توهین به عقل ماست، به درایت ماست، به فهم ماست، به دین ماست. امامزاده خمینی توهین به دین ماست. مردی که اومده 100,000 نفر رو کشته، چجوری میرن بهش دخیل میبندن؟ این خرافاته، با این باید مبارزه کرد. ولی اگر کسی اعتقاد داره، یا امام رضا، من چی کار دارم باش؟ اعتقاد خودشه، شخصیه. میره تو زری، من بارها دیدم ایستادن نگاه میکنن، حالا بعضی گریستن، بعضی صحبت میکنن، دلشو خالی میکنه. در همه جهان هست، شما برید جنوب اسپانیا و پرتغال، 10 جا چشمه فاطمه، نمیدونم آب مقدس، میرن مریض میرن شفا بگیره. بشر نیاز داره به اینا، اما دروغ و فریب و جهل و خرافات رو باید جلوش گرفت. آقا نرو تو زری که تو خیابون آوردن امامزاده بیژن پول بنداز، این پول بده به یه فقیر، به یه آدم آبرومند که نیازمنده. پول توی قبر خمینی نریز، میلیاردها میلیارد سرمایه ملت رو به باد دادن. اینا رو باید باش مبارز کرد. هموطن بعدی. آقای نوریزاده عزیز، من به عنوان یک ایرانی همسن سال خود شما هم هستم، 65 سال سن دارم، میخوام بگم شرمنده خانواده پهلوی هستم و خواهم بود. یادم میاد رفتم تو خیابون شعار دادم، نمیدونستم، فریب خوردم. آیا شعبانوی گرامی افرادی مثل ما را مورد بخشش قرار خواهند داد یا نه؟ دلم میخواد این روزی خودشون بگن ما اونه که نمیدنستن فریب خوردن و اومدن مرد برشا گفتن، ما هیچ دلی از آنها نداریم و اونه رو میبخشیم تا ما هم به خیال راحت سرمون بذاریم زمین و بیم توی قبرستونی. با تشکر از برنامه های خیلی خیلی خوبتون جناب آقای نوریزاده عزیز. سپاسگزارم هموطن من. یه نکته رو بهتون بگم، من ساعتها با ملکه پیشین ایران نشستم، با شهبانو فرای پهلوی، و باش صحبت کردم. ذره‌ای در وجود این انسان کینه ندیدم، نفرت ندیدم، همش عشقه. عاشقانه از ایران حرف میزنه، از مردم ایران، از دخترایی که در زمان او درس خوندن، دانشگاه رفتن، مقامات عالیه رو کسب کردن، در ورزش، در موسیقی، در هنر، از هر گوشه ایران. تصاویر روی خونه منزلش بود، روی پیانو، روی هره. میگفتم مثلا اینجا کجاست؟ میگفت اینجا قشقاییه. عاشق اینجا، این گبه رو دوست دارم، یعنی تمام وجودش عشقه. این آدم کینه نمیورزه.
سید روح الله مصطفوی نیست که پاسبانی که او رو از قبر برده بود گفت بگیرن و اعدام کنن. نه، اصلا من در وجودش ندیدم که علارغم همه مصائبی که به سرشون اومده، مادری که تو فرزندش رو از دست داده، طبیعتا اگر این اتفاق تو ایران نیفتاده بود دو فرزند او به این سرنوشت دچار نمی شدن. ولی کینه اصلا نداره، ولی آرزوی زیادی داره، بزرگی داره که توی ایران آرام بگیره، اونجا باشه. هموطن بعدی. سلام علیکم، فرامرز هستم از تهران، مزاحمتون میشم. میخواستم بگم که برنامه شما واقعا You guys are very professional. I love you guys. ممنونم فرامرز هست. All great. Thank you فرامرز. مرسی. ممنونم. برنامه را از تهران تماشا میکنم و بدون هیچ پارازیتی، بدون هیچ مشکلی، و ساعت 7 شب شروع میکنم تلویزیون رو تا 3 صبح پاتون نشستم و I just love it. مرسی فرامرز عزیزم، متشکرم از لطفت، لطفی که داری و هم صدا پر از عشق بود، آدم میتونه حس کنه. ممنونم نازنین فرزندم، جوونی و من واقعا لذت میبرم وقتی صدای شما رو میشنوم. شما جوونا که برنامه رو میبینید، یه چیزی براتون بگم. در سفر بودم، صبح آمدم در اون رستوران هتل صبحانه بخورم، یک جوانی نشسته بود، شاید مثلا 22 سالش بود، با همسرش. همسرش هم ایرانی نبود ولی خودش، تا منو دید بلند شد. اصلا باورم نمیشد در اونجای ایرانی باشه، ولی بلند شد و پرید طرف من، آنقدر زیبا که اصلا نمیتونم، و گفت وای من آرزو داشتم ببینم اتون، دلم میخواست روتون رو ببوسم. ممنون، من الان 4-5 ساله تمام برنامه های شما رو میبینم در ایران، و الانم که اومدم بیرون اینجا کامپیوتر دارم میبینم. یه مورد دیگه، پریشب، پس پریشب العربیه بودم در لندن، به خاطر اعتصاب اندرگراند ترافیک وحشتناک بود، یه چیز عجیب غریب، ماشین خودم هم نبردم. موقعی رفتن یه دونه از این درشک دوچرخه یا اینجا متداول شده، تنها راه این بود، هیچی نبود، اتوبوس ها پر، مسیر منم نمیخورد، تاکسی هم پیدا نمیشد. حتی خود العربیه که همیشه برای من ماشین میفرسته گفت امروز نمیتونی. سوار یکی از اینا شدم، این جوانی هم بود اهل ترکیه، خیلی هم پسر خوبی، و پا میزد و میرفتیم. یه دفعه من دیدم یکی داد زد آقای نوریزاده. من اصلا، حالا سکیوریتی، مسائل امنیتی اینا رو باید رعایت کرد، خب رد شدیم، ولی ایستاد سر چراغ قرمز. دیدم یه جوانی بدو بدو خودش رو رسونده به من، آخ دستم رو گرفته، با چه عشقی، با چه مهر، که من میبینم برنامه شما رو، از ایران اومدم و برمیگردم یه هفته دیگه. اصلا حال غریبی شدم. شماها به من انرژی مثبت میدید، جان میدهید که بمانم و مقاومت کنم با همه سختی هایی که دارم. نمیدونید یک تلویزیون 24 ساعته رو راه بردن یعنی چی، ولی عاشقانه این کار رو ادامه میدم. هموطن بعدی. با درود به شما و همکارانتون، هموطنان ایرانی و فارسی زبان، آیا وقت اون نرسیده که یک صدا جنایتکاران روزخون رو از این کشور بیرون کنید؟ چرا ساکتید؟ این وظیفه اداره سیاسی جهانی است که این جنایتکار را از کشور ایران اخراج کنند. 10,000 سال فعالیت و رشادت و دلاوری حکام عجم برباد رفت. نکفت از روزی که اومدن اینا از کشور ما خارج نشده. خواهش میکنم ببخشید. نه، من اجازه میدم تو برنامه من این کلمات به کار بره توهین. در یک مورد من حیوانات رو به کار میبرم،
در مورد داعش، آدمخواران داعش و جبهه نصرت و امثال هم، طالبان اینا اونجا قابل، تازه من حیوانات رو خیلی بالا و والا میدونم. و بعد 10,000 سال ملوک عجم یعنی چی؟ عزیز من، برادر من، دنیا از این حرفا گذشته. عرب و عجم و ترک و بلوچ دیگه نداریم، فارس و کرد و این تقسیم بندی های زشت مذهبی و قومی رو پاک کنیم. دنیای دهکده وابسته و همبسته با همه. باور کنید، باور کنید، شما وقتی از امریکا به کانادا میرید اصلا فکر میکنید کشور عوض شده. از لندن شما برید تا بلغارستان، فقط بعضی جا زبان عوض میشه. همه یکی شدن، همه در جهت اتحاد و همبستگی. اون وقت ما میایم عرب، عرب، عجم. آقا جان، ما در ایران 14 میلیون سنی داریم، ما در ایران 5-6 میلیون عرب داریم، ما در ایران میلیون ها کرد داریم، میلیون ها بلوچ داریم، قشقایی داریم، بوی رحمدی، بختیاری، تالش، شاسوان، آذربایجانی، ترک، ترکمن. ما همه یک لحاف چلتیکین بسیار زیباست، پر از نقش و نگار، پر از موسیقی، پر از شعر، پر از قصه. بشین کوروغلی رو گوش بده وقتی که خواننده‌ای داره میخونه، بالابان میزنه، عاشقی به چگورش چنگ میزنه. بشین موسیقی گیلک و تالش رو گوش بده، ترانه های زیبای مازندرانی رو گوش بده، از زبان یک کرد خراسانی بشین برات رباعیات رو بخونه، یه بلوچ بیاد دردهاشو تو نایش بریزه بنوازد، خوزستانی عرب ایرانی شروه برات بخونه، میهانه رو برات بخونه، لور بره بشینه برات قصه تفنگش رو بخونه، تفنگ دردت بچونه. قشقایی گبه میبافه، سرودم ترانرم بخونه، بختیاری بر فراز کوها آواز بده، حالا که دیگر مرغ طوفان نیست، سردار فرداهای ایران کیست. بوی رحمدی برات بخونه، قصه اون نازنین عطا کشکولی رو برات یادآور بشه. بگذریم از این خطوط فاصله، ما یک ملتیم، یگانه، هم بسته، هم دل، عاشق هم باشیم، هم دیگر رو دوست بداریم. هموطن بعدی، با سلام و خسته نباشی به آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده عزیز. من یکی از دوستان شما هستم. یه خاطره داشتم که دوست داشتم اینو بگم و اگر شما افتخار دادین اینو توی برنامه‌تون پخش کنید. من یه عمل جراحی بینی داشتم که وقتی که به هوش اومدم، اول اینکه به شما دادم داشتم اسم شما رو می آوردم، گفتم نوری‌زاده کجاست، چرا نمیاد ملاقاتم. بعد مامانم کسایی که وایس دادن همشون خودشون می خندن که توی اون لحظه هم که تازه به هوش اومده بودم هنوز با به اصطلاح فاز شما من داشتم به هوش می آوردم. بعد همین دیگه خواستم که ارادت هم نسبت شما اعلام کنم، بگم که خیلی دوستتون داریم، با امید دیدن شما حالا چه خارج از کشور یا در خانه پدری تهران. ممنونم پسرم، متشکرم. علی هستم. علی عزیزم ممنونم، هم اسم من. کاش من به دیدن بیام برای عروسیت کادو بیارم، نه برای بیمارستان. ولی میدونی چرا اون لحظه به هوش اومدی، یاد به یاد من بودی؟ برای اینکه تو دلت به من جا دادی، یه جایی از دلتو به من دادی. و چقدر من افتخار میکنم به این دلهای پاک لبریز عشق و دوستی و محبت. همه زندگی من، همه امیدم به شما هست. هموطن بعدی، به شما آقای نوری‌زاده و برنامه خودتون. درباره این جریان تحریم ها که قرار برداشته بشه یا برداشته نشه،
میخواستم یه سوال ازتون بکنم که خب معلوم بود که این تحریم‌ها روی رژیم ایران تأثیر گذاشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه برای رژیم ایران خیلی سخت‌تر خواهد بود تا آمریکا. برای همین بود که من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه به قول خودشون نشون دادن. سوال من اینه که اگر که با این پیش‌فرض که اگر تحریم‌ها اجاره ادامه پیدا می‌کرد که رژیم ایران در خطر می‌افتاد و بگیم که فرض کنیم که خب باعث از بین رفتن جمهوری اسلامی می‌شد، ولی چیزی که بود اون موقعیت اسرائیل که یک دشمن که مرتب تهدیدش میکنه ظاهراً از بین میرفت و اسرائیل دیگه اون بهانه رو نداشت که شهرک سازی ها رو ادامه بده و از شکلی از توافق به فلسطینی ها جدا بشه، یعنی دیگه مجبور میشه که توافق کنه، چرا که همجور که دیدیم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی رو تظاهرات جمعی بین المللی مخصوصا در غرب از این برد. پس شما فکر نمی‌کنید که از دلایلی که آمریکا سعی میکنه که این به یه توافقی در توافق برسه، چون اینکه به نظر من اون جنگ زرگری بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا داشته باشه تا اسرائیل بتونه شهرک سازی ها رو ادامه بده و فلسطینی ها رو سرکوب کنه. سوال من همین بود که خب دوست من، بخشی از تحلیل شما کاملا درست و من چقدر خوشحالم یه جوونی مثل شما این نگرش باز و دقیق رو داره که بعضا کارشناسان خیلی ماهر هم از درکش عاجزن. اولا تحریم ها به سقوط رژیم منجر نمی شد، تحریم ها به افلاس ایران و احتمالا تکه پاره شدن ایران منجر می شد اگر ادامه داشت در همین ابعاد. اما قبول این قرارداد هم یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی است و یک پیروزی برای ملت ایران، به این دلیل که رژیم از اول گفت نمیدم، نمیذارم، میبندم درو، ولی همه این کارا رو قبول کرد. پس این نشون داد که رژیم یک ببر پوشالیه و فقط طرف مردمه که حردود میکشه و میزنه و میبنده و میکشه، در برابر فشار خارجی ضعیف دستش میبره بالا. اما این که شما میگید که قرارداد که بپذیرن این مسئله یا ایران اگر نباشه اسرائیل بهانش چیز، اسرائیل استاد این کاراست. یه ایران درست میکرد، تا دیروز فلسطینی ها دشمن بودن، حالا فلسطینی ها میگن آقا ما موجودیت رو قبول داریم. عربستان سعودی طرح صلح میده از سال 2002، مصر روابط داره، اردن روابط داره، مصر معاون وزارت خارجهش رو به عنوان سفیر فرستاده. بهانه الان چیه؟ جمهوری اسلامی، حماس، حماس که خود اسرائیل درستش کرده برای آزار دادن سازمان آزادی بخش و جنبش فتح، میخواستن ضربه اون وقت به عرفات بزنن، بعدم به ابو مازن. اسرائیل جمهوری اسلامی رو داره، مشکلی نه. چرا اسرائیل جلو سقوط اسد رو گرفتن؟ همون سال اول برخواستن مردم سوریه، چون بهتر از اسد کیو دارن؟ پدر و پسر 40 سال مرزای اسرائیل رو محافظت کردن و اراضی اشغال شده شونو یه تیر ننداختن که پس بگیرن. الان هم رژیم جمهوری اسلامی از دور فوش میده، مرگبر میکشه، موشک نشون میده. خود جمهوری اسلامی میدونه که اسرائیل این موشک به اسرائیل نخواهد خورد، دو تا شکه بخوره 500 تا اسرائیل میزن. پس شعار میده، ناسزا میگه، روز قدس میگیره. اسرائیل و جمهوری اسلامی لازم و ملزوم یکدیگرن. یعنی اسرائیل، میگم نه همه اسرائیل، دارم نتانیاهو و دست راستی ها لیبرمن رو میگم، والا شیمون پرز، والا آقای یوسی بلین، والا خانم لونی، اینا آدمایی هستن که دنبال صلح هن. اینا میراث
بزرگان اسرائیل رو دارن، خانم گولدا مایر، رابین، حتی موشه دایان، اونا دنبال صلح بودن. ولی این آقای نتانیاهو نمیدونه میخواد چیکار کنه و آقای لیبرمن خدا میدونه چه در سر داره. ممنونم فرزند من، چقدر خوب تحلیل کردی. هموطن بعدی سلام، خسته نباشید. جناب آقای نوریزاده، از شهرستان لامت تماس میگیرم، استان فارس. اینجا تصویر خیلی عالیه، صدا خیلی عالیه. جا داره که از تمام دست‌اندرکارانتون، از برنامه گرد آفرید، از چهره چمتا، از همه، از فیلمای خیلی خوبی که شبای شنبه یک شنبه میذارید، از خودتون که دیگه حسابی واقعا دستتون درد نکنه، سنگ تمام گذاشتید. ما قبلا شبکه‌های دیگه رو نگاه کردیم، اما ایران فردا اومد یواش یواش و اونقدر خودش رو تو دل جوون رو جا کرده. جوون ها، قدیمی ترا، همه دوستتون دارن، همه برنامه ها رو با بچه ها که صحبت میکنیم خیلی خیلی راضی هم. فقط مشکل گاه وقتی دیگه وضعیت جغرافی هوا با اینا که میاد یکم پارازیت داریم. فعلا که این شهرستان اذیت نکردن و مشکلی نداریم، انشاءالله که بزن مشکلی نداشته باشیم. خدا قوت به آقای چالنگی، به همه بچه ها. واقعا حالا اونایی که پشت دوربین کارهای تدوین و اینا انجام میدن، همه دستتون درد نکنه، دست مریضا واقعا موفق باشید. فقط یه محبت کنید، اگه این معرفی کتاب توی چارسو خانم روشنک زحمتشو میکشن، ولی خب یه برنامه دیگه هم داشته باشین خیلی خوبه. کتابای خوب، کتابای قدیمی، مثلا این خاندان نوبختی که فرمودید، هر چی می‌گردیم اینجا گیرمون نمیاد. یه جایی که مثلا کتابایی که چاپ ایران هست محبت کنید، بگید که چجوری میتونیم تهیه کنیم، که خیلی عالیه. دستتون درد نکنه، موفق باشید. ممنونم. ممنونم فرزند عزیزم از لامرد. من یه وقتایی که سفر به حاشیه خلیج فارس میکنم، اغلب بر میخورم به هموطنانی از اون خطه، از لامرد، از ایوز، که اومدن و کار میکنن، بعضا تجار سرشناسی شدن، بعضا در کارهای دیگری هستن. و خیلی خوشم اومد این دوستم زنگ زد، این عزیزم، این فرزندم از لامرد، و گفت که بچه های لامرد ما رو دوست دارن. چقدر خوب، چقدر خوب. مخلص همه ایران هستم، مخلص فارسی ها هستم، فارسی ها، استان فارس و لامردی ها. خیلی خوشحال شدم. در اونجا من یه دوستی دارم که در امارات زندگی میکنه و اهل اون خطه است. اومد اونجا دانشگاه درست کرد، اومد اونجا خیلی کارا کرد، خیلی کارا کرد، و با وجودی که نیاز به هیچی نداره، یک جایگاه و موقعیت خیلی خوب داره. و حالا من مجاز نیستم اسمشو بیارم، فرزندان برومندی داره، خودش خیلی، نه بذارید اسمشو بگم، آقای فقیهی، مرد وارسته است، مرد عزیزی است، عاشق اون منطقه است. رفت برای مردم آب کشید، مسجد درست کرد، کتابخونه درست کرد، دانشگاه درست کرد. ای کاش همه ایرانیایی که خارجن و دستشون به امکاناتی هست در اندیشه وطن باشن. فکر کنید مثلا شما مال هر شهری هستید، در همون شهر خودتون یک، اگه دستتون برمیاد کاری بکنید، چقدر زیبا میشه، چقدر زیبا میشه که هموطنی در خارج زندگی میکنه، پزشک تو امریکاست، امکانات زیادی داره، اهل آستاراست، چقدر قشنگه یک بیمارستان در آستارا بسازه. صحبت از پروفسور صادقی کردم، این مرد نازنین برجسته، پروفسوریست در سوئیس، اعتبار و جایگاه والا، میره هر سال ایران، بیمارستان درست کرد در مشهد زادگاهش. قدر این آدم ها رو بدونیم. محمود خیامی دخام کالج مدرسه در خراسان درست کرد. محمودیه اگر دو تا اینجا درست کرد، کالجی که لوحه
ساختش اونجا گذاشتن، نام ایران و خیامی توش هست، در خراسان زادگاهش، در مشهد، در اطرافش، در خراسان، نمیدونم ده ها مدرسه درست کرد، با چه شکوهی، با چه امارتی، همه زندگیشو اینا گرفتن، کارخونه‌شو. ولی چون آدم قابلی بود و در بیرون تونست دوباره بسازد، گفت من نسبت به وطنم مدیونم، اون وطن بود که به من این امکانات رو داد. امیدوارم هموطنان دیگری که متمکنن و این امکانات رو دارن و دستشون برمیاد، هر کدوم نسبت به حداقل زادگاه خودشون این تعصب و غرور رو داشته باشن. چه قشنگه ببینم که فلان بیزنسمن ابیانه‌ای رفته اونجا و کنار آرامگاه سهراب سپهری یک میهمان سرا درست کرد. چقدر قشنگه. اون هموطنی که از آلمان اومد 200 میلیون دمم چقدر میلیون دلار اوورد و اون هتل داریوش رو در کیش ساخت. چقدر بهش بی لطفی کردن، چقدر آزارش دادن، اما عشقش اینه که یه هتل ساخته عین پرسپولیس، عین بنای تخت جمشید. درود به همه آنها که عاشق این گربه نشسته به دیوار آسیا. هموطن بعدی، سلام آقای نوری‌زاده. میخواستم به روسی بفرمایید، چون که ارتباط داریم آقای مقامات آمریکایی، یه طریقی بهشون برسونن که این پولا بیرانی ندن، همونجا پیش خودشون نگه دارن، جاشون هم تره، چون مولایان همه رو مولا خور میخوان. خیلی ممنون، سپاسگزارم عزیز من، سپاسگزارم. چش اگه دستم بهشون رسید حتما خواهم. قربان. هموطن بعدی، سلام علیکم خدمت آقای نوری‌زاده، عرض خسته نباشی و خدا قوت به شما و دستم در کاران شبکه ایران فردا. من از ایران زنگ میزنم، از سبزوار، دیار سربداران، و میخواستم که عرض ارادت خودم رو به شما نشون بدم. بعد از چند وقت موفق شدم که زنگ بزنم، و یکی از عواملی که من احترام شما رو خیلی دارم آقای نوری‌زاده، من یک جوان 26 ساله از نسل نو، فرزند ایران، یک از دلایلی که من احترام شما رو دارم آقای نوری‌زاده اینه که شما با احترام و با ادب خیلی مسائل رو توضیح میدید، بی ادبی به کسی نمی کنید و بی احترامی به هیچ شخصیت نمی کنید. من دوست داشتم که یه برنامه بذارید، خاطرات رو تعریف کنید. من یاد یه مقدار از این خاطرات رو تعریف میکرده یادم اومد تو صدای آمریکا چند سال پیش، از اول انقلاب که رفته بودید خدمت، انگار به حساب خدمت آقای خمینی، به خونهشون رفته بودید با فرزندتون سر سفره، و اون مسائلی که به خونه آقای شریعت مداری نمیدونم رفته بودید، اون مسائل من یادمه. دوستم توی برنامه باز توضیح بدید، حالا که دیگه تلویزیونی مستقل چشم. که رنگ و بوی شما رو داره، انشالله که ما بتونیم استفاده کنیم از توضیحات شما. خیلی متشکرم. و همچنین تو بخش موسیقی خوشحالم که از آقای شجریان صحبت میکنید و از دیگر دوستان، استاد گلپایگانی، استاد ایرج. دوست دارم از این ما نسل مثل نو احترام این دوستان هم داریم. خواهش میکنم که از این دوستان هم اسم ببرید. خاطرات خودتون فراموش نشه آقای نوری‌زاده. شما رو خیلی دوست دارم. ما سبزواری ها خیلی شما رو دوست داریم. سپاسگزارم. خدا حافظ شما. عزیزم سپاسگزارم. از لامرد به سبزوار، چقدر قشنگه. منم سبزوار خیلی دوست دارم. یه بار تعریف کردم با زنده یاد شاپور غریب، در جستجوی لوکیشن برای فیلم خروس تمام اون منطقه رو رفتیم و درنگی در سبزوار داشتیم و یک اتفاقا ملای رو اونجا دیدم، عارف بود، و نشستیم با راجب حاج ملا هادی با هم صحبت کردیم و عجب عجب شهر قشنگی، شهر زیباییه، دوستش دارم این شهر و شهرهای اون منطقه، سبزوار، بجنورد، همینجور بریم تا بیدخت که
دل در آنجا مانده، مرحوم صالح علی شاه. به هر روی سپاسگزارم فرزندم، چقدر منو شاد کردی. چشم، خاطرات رو هم بازگو خواهم کرد. حالا قرار یکی از دوستان لطف کرده گفته همیشه تو مردم میشونی پای مصاحبه، حالا این دفعه خودت باید بشینی جواب بدی. گفتم چشم، این کار رو خواهم کرد. و بعد اینکه یک جوان 26 ساله اهل سبزوار این طور از بزرگان موسیقی ایران یاد میکنه، ایرج رو، قشنگه، استاد شجریان رو، گلپایگانی رو، هر کدوم استاد در کار خود هستن. آقای گلپایگانی هر در اولین فرصت، آقای ایرج هر کدوم امکان پیدا بکنه حتما باهاشون گفتگو خواهیم کرد. شهرام ناظری رو من خیلی دوست دارم، بیژن بیژنی رو دوست دارم، یعنی اینا، صدیق تعریف هم دوست دارم. اینا صداهایی هستن که هر کدام گوشه ای از میهن من، تاریخ من، دردهای ملت ما، اینها رو بیان میکنه. هموطن بعدی، سلام آقای دکتر نوروزاده، حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟ از ایران تماس میگیرم. ما به برنامه های شما علاقه زیاد داریم آقای دکتر و دوستتون داریم. برنامه های شما یه آرامش خاصی به ما میده. من بگم که خانواده ما الان پیگیر برنامه شما هستن، هر روز به امید برنامه شما باز سر کار میخونه. خواستم بگم اگه امکان داره شنبه و یک شنبه برنامه بذارید، چون واقعا برنامه خاص دیگه نیست که ما ببینیم. برنامه شما رو دوست داریم و پیگیریم. ممنون میشم ازتون. سپاسگزارم فرزند. خسته نباشید. من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خداحافظ شما. ممنونم پسرم. امروز بخت من خیلی بالا بود که همش جوانان وطنم زنگ زدن. شنبه شنبه من پیش خودم گفتم شما 5 روز منو میبینید در پنجره رو به خانه پدری، اما یه برنامه جدید دارم درست میکنم، یک شنبه هم که منو تو این برنامه میبینید، برای روز شنبه، متفاوته با پنجره. اون برنامه میتونه جای خودش مستقل باشه و چون زیاد من توش نمیشینم حرف بزنم، تصویر و فیلم و ایناست، امیدوارم اون روز خالی رو پر کنه. در حال من در خدمتتونم در همه سنگرها و هر جا که باشم. سپاسگزارم پسرم. هموطن بعدی، ما درود بر شما کارکنان تلویزیون ایران فردا، بلخص جامعه دکتر نوروزاده، مدیریت محترم این تلویزیون. میخواستم سهم خودم به عنوان یک جوان ایرانی از برنامه های خوب شما تشکر بکنم و حقیقتا بگم خدمتون که از دیدن برنامه های خوب شما، بلخص دیدن برنامه پنجره رو به خانه پدری جناب دکتر علیرضا نوروزاده، خیلی لذت میبرم. متشکرم. موفق و معید باشیم. امیدوارم که روزی برسه با لطف خدا و آگاهی بخشی همه کسانی که در عرصه اطلاع رسانی به مردم قدم برمیدارن، شاهد روزگار بهتری برای ایران زمین باشیم. متشکرم. خدا درود. فرزنده عزیزم، درود به شما. من همچنین آرزویی رو دارم. چقدر دلم خواست بازم پیام ها رو میشیندم. حتما پیام های مشابهی رو داشتیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده تا هفته دیگر همین ساعت همین جا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.